به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام و عرض ادب دارم خدمت شما شاگردای عزیز. امید همیتون جور و صحتمند و سلامت و سر حال باشین. به درس های کنکور مضمون ریاضی خوش آمدین. موضوع درس از شاگردای عزیز مطابقت یا عینیت ها. شاگردای عزیز، به یاد داشته باشین که ما در ریاضی دو نوع مساوات داریم، یکی مطابقت یا عینیت است و یکی هم معادلات یا معادلات است. مطابقت یا عینیت ها را در درسی که امروز میخوانیم خدمت شما میگیم انشاءالله. مطابقت یا عینیت ها مساواتی است که برای تمام قیمت های متحول اطراف مساوات مساوی میشود. مثلا دقت کنین شاگردای عزیز، به این مثال اگر این مطابقت ما انکشاف بدیم، پس این مساوی میشود به x مربع منفی 4x مثبت 4، که انشاءالله پروسه انکشاف دادن یک مطابقت بعدا انشاءالله خدمت شما میگیم. باز مثلا به این مطابقت هر قیمت را که ما خواسته باشیم میتونیم قیمت بدیم به متحول. مثلا به عوض متحول 5 اگر قیمت بانیم، میبینیم که آیا هر دو طرف مساوات صدق میکنه یا خیر. پس قیمت وضع میکنیم 5 منفی 2 کل مربع، آیا مساوی میشود به 5 مربع منفی 4 ضرب 5 مثبت 4. 5 منفی 2 میشه 3 مربع، آیا مساوی میشود به 5 مربع میشه 25 منفی 4 5 20 مثبت 4. 3 مربع 9 مساوی 25 منفی 20 میشه 5، 5 جمع 4 9. دیدیم که با قیمت x مساوی با 5 هر دو طرف مساوات شاگردای عزیز مساوی شد. پس از اینجا معلوم میشه که ما هر قیمتی را که به عوض متحول در مطابقت وضع بکنیم هر دو طرف مساوات مساوی میشه، که این مساوات در ریاضی به نام مطابقت یا عینیت یاد میکنن. موضوع بعدی که شاگردا ما میخوانیم انکشاف مطابقت هاست، و باید داشته باشین شاگردای عزیز که در مطابقت یا عینیت ها ما انکشاف سه نوع مطابقت میخوانیم، که از او جمله شماره اولش است انکشاف مطابقت هایی که شکل A مثبت منفی B کل به نمای N است. طریقه یا شکل عمومی به خاطر انکشاف دادن ایکس مطابقت ها شاگرد عزیز به این شکل است: A مثبت منفی B کل به نمای N مساوی می شود به A به نمای N مثبت منفی توان ضرب ضریب n ضرب a به نمای از توان یکی کم n منفی یک سر حد دوم یک واحد علاوه میکنیم، مثبت منفی باز توان ضرب ضریب از توان یکی کم میکنیم بالای حد دوم یک واحد علاوه میکنیم، تقسیم نوبت مثبت منفی نقطه نقطه تا به زمان ادامه میتیم که توان a صفر شوه و توان b توان کل یعنی n اختیار بکنه، که ای به نمای n حد اول و حد اخیر توانایش با هم یکسان میشه. میم شاگردای عزیز در انکشاف این شکل مطابقت ها هم سوال کار میکنیم. مثلا اگه ایتی یک مطابقت داشته باشیم میری چطور انکشاف میدیم، میگیم این مساوی میشود به ای به نمای c مثبت. و باید داشته باشین شاگردای عزیز اگر علامی از این مثبت بود کلش مثبت در نظر میگیریم، اگر منفی بود متناوب مثبت منفی مثبت منفی در نظر میگیریم. آل که علامه در این سوال مثبت است کلش مثبت در نظر میگیریم، پس این مساوی میشد به ای به نمای سی مثبت سی ای مربع ضرب دو مثبت دو ضرب سی شش شش تقسیم دو سی ای ضرب دو به نمای دو مثبت دو به نمای سی. چیکار کردیم شاگردای عزیز؟ دقت کنین، ای به نمای سی مثبت توان ضرب ضریب سی ای از توان ای کم کردیم دو بالای حد دوم یک واحد علاوه کردیم، دو به نمای یک مثبت دو ضرب سی شش شش تقسیم دو سی از توان ای یکی کم کردیم بالای توان بی یک واحد علاوه کردیم دو به نمای دو مثبت. اینجا دیگه توان ای صفر میشه، بالای حد دوم یک واحد علاوه میکنیم مثبت دو به نمای سی. پس این مساوی میشود به ای را ساده میسازیم، ای مکعب مثبت دو سی شش ای مربع مثبت دو به نمای دو میشه چار چار سی دوازده ای مثبت دو به نمای سی هم میشه هشت. پس شکل انکشافی که اینی مطابقت به خود اختیار میکنه شاگردای عزیز به این شکل است. بیایم به مثال دوم. شاگردای عزیز باید داشته باشین به اینی شکل سوال ها را ما میتونیم با استفاده از انکشاف شکل مطابقت A مثبت B کل به نمای N ما شما حل بکنیم. چطور؟ این ما میتونیم نشته کنیم شاگردای عزیز، مساوی 235 نشته میکنیم، 230 جمع عدد 5 کل به نمای 2 که بازم 235 میشه منفی
230 مربع منفی 5 به نمای 2. پس این مسئله قسمت نظر به اینی شکل مطابقت انکشاف میتیم. پس این مسئله میشود به 230 مربع مثبت 2 ضرب 230 ضرب 5 مثبت 5 به نمای 2. مثبت سلامات کلش مثبت، منفی 230 مربع منفی 5 به نمای 2. در اینجا شاگرد عزیز مجموعی اینی حد مثبت با حد منفی صفر میشه و اینی مثبت 5 بنمای 2 با منفی 5 بنمای 2 مجموعشان صفر میشه. چیزی که باقی میمونه شاگرد عزیز دقت کنین، 2 ضرب 5 میشه 10 ضرب 230 که حاصل از این سوال مساوی میشود به 2300. مثال سوم شاگرد عزیز دقت کنین، ای مربع مساوی با ای مثبت 3 در نتیجه ای بنمای 5 خاص مساوی با چند میشه؟ ما میتونیم شاگردای عزیز ای بنمای 5 نوشته کنیم ای ضرب ای بنمای 4. ای ضرب ای بنمای 4 نوشته میکنیم ای مربع کل مربع ای ضرب به عوض ای مربع قیمت میمونیم ای مثبت 3 کل مربع ای ضرب این مطابقت انکشاف میدیم. ای مربع مثبت 6 ای مثبت 3 مربع 9 ای ضرب به عوض اینی ای مربع قیمت گذاری میکنیم ای مثبت 3 را مثبت 6 ای مثبت 9 مساوی با ای ضرب ای و 6 ای 7 مثبت 3 و 9 12 ای را داخل قوس ضرب میکنیم میشه 7 ای مربع مثبت 12 ای 7 ضرب در قوس به عوض ای مربع قیمت میمونیم ای مثبت 3 مثبت 12 ای. پس این مساوی با 7 داخل قوس ضرب کنیم 7 مثبت 7 21 مثبت 12 ای. پس نتیجه سوال مساوی می شود به 7 جمع 12 ای 19 ای مثبت 21. یعنی شاگردای عزیز بر ما قیمت ای مربع را داده بود ای مثبت 3 قیمت ای بنمای 5 خواسته بود. با استفاده از هم مطابقت ما تانستیم قیمتش پیدا کنیم 19 ای مثبت 21. و یا هم میتونیم شاگردای عزیز با استفاده از همین مطابقت این شکل سوالا را هم با استفاده از انکشاف مطابقت ساده تر به دست بیاریم و یا هم سال از این مثال را این به عنوان مثال کار میکنیم. میتونیم نهاد نور را نشته کنیم 100 منفی 1 کل مربع مطابقت انکشاف میدیم 100 مربع منفی 2 ضرب 100 ضرب 1 مثبت 1 بنمای 2 100 بنمای 2 میشه 10000 منفی 2 ضرب 100 میشه 200 مثبت 1 مربع 1 میشه 10000 منفی 200 میشه 9800 و ایره جمع 1 بسازیم نتیجه سوال مساوی میشود به 9801. شاگردای عزیز ای بود درس جلسه امروزی. تا جلسه بعد شما را به خداوند می‌سپاریم. موفق باشید.